درود و وقتتان بخیر، به این مجموعه خبری خوش آمدید. من بیژن آریان هستم. در پی یک عملیات شبانه در ولسوالی چپرهار ننگرهار 10 تن کشته شدند، اما باشندگان محل میگویند کشته شدگان همه غیر نظامیان هستند. سخنگوی والی ننگرهار از آغاز تحقیقات در این مورد سخن میزند. نیروهای امنیتی شب گذشته عملیات هوایی را در منطقه مندرخیل ولسوالی چپرهار ننگرهار انجام دادند که در نتیجه 10 تن کشته شدند، اما باشندگان محل در یک اعتراض در برابر ساختمان ولسوالی آمده و ادعا دارند که کشته شدگان همه غیر نظامیانند. در دیر غریب خلق دی او اغل ته بلګه ولې وبې غوښتې وي د اګام او د صبر وبې غوښتې وي او اوس دلته وچکالي ده باران شي وبه پیدا شوي وي خلک راغلي وبو پسې وبې راوستې وي. اعتراض کنندگان می افزاید که پلیس محلی نیز در برابر ساختمان ولسوالی بالای آنان شلیک کرد که در نتیجه 2 تن کشته شدند. امنګ په رسمي چوکاټ کې مظاهره جوړه سره لالو د منګا دا دوه کسان اربکیان ووش د نوار چاکړه نه بل چاکړه موږ سره ظلم وسو کو پر وسو نه اشرف غنی منو نه بل منو. با گفته آنان نیروهای امنیتی چند تن دیگر را با خود بردند. اعضای شورای ولایتی ننگرهار تاکید میکنند که کشته شدگان غیر نظامیانند. دا یو ځل نه ده، دو ځلی نه ده، بار بار خلکو شکایتونه کړي چې په دغه سي عملیاتو کې ملکی خلک تلف کوي. نو موږ څو ځلی د ولایتي ادارې مرکزی حکومت نه غوښتنه دا کړي چې باید چې په عملیاتو کې د ملکی خلکو د تلف مخه ډېره زیاته ونیول شي. سخنگوی والی ننگرهار انجام عملیات و تلفات را میپذیرد و تاکید دارد که در مورد ادعای باشندگان تحقیق میشود. د چپرهار ولسوالۍ په مربوطاتو کې تیره شپه د ځانګړو کورنۍ ځواکونو له لورې عملیات شوي. د دې عملیاتو پر مهال مرګ ژوبله هم اوښتې ده. زموږ مسلکي دلګۍ تللي تر څو وروستي معلومات له موږ سره شریکي، بیا به تاسو سره شریکو. باشندگان ننګرهار میخواهند تا عملیات های شبانه در این ولایت به گونه دقیق صورت بگیرد تا از تلفات غیر نظامیان جلوگیری شود. عملیات پاکسازی به هدف رفع تهدیدهای امنیتی در روزهای نوروز در برخی مناطق شهر کندز راه اندازی شده است. مسئولان میگویند این عملیات بامداد شنبه آغاز شده و تاکنون 2 روز تا از وجود مخالفان پاکسازی شده است. پس از توقف دوامداری عملیات های نظامی در ولایت کندز و حضور گسترده طالبان در اطراف شهر، نظامیان مستقر در این ولایت از آغاز عملیات گسترده برای جلوگیری تهدیدها در روزهای نوروز خبر میدهند. از ساعت 8:30 وظیفه ما شروع شدند که لطف پروردگار دو قریه را از وجود کثیف دشمنان پاکسازی، تا وقتی که قریه و قصبات از وجود کثیف از این تروریست ها پاکسازی شن شالایدان. به خاطر از اینکه سال نو پیش رو داریم و مردم متدین و مجاهد پرور کندز بتانند در سال نو خوشی های خود داشته باشند و از سال نو تجلیل خوب کرده باشند، ما به او خاطر عملیات را اندازی کردیم تا برای مردم من بستر خدمت بهتر و خوبتر شویم. فرمانده پلیس کندز میگوید در این عملیات به طالبان تلفات سنگین وارد شده و بدون درگیری مناطق زیر کنترلشان را ماینگذاری کرده و متواری شدند. همه شهر کندز ساحاتی که مورد تهدید بود، مثل خرجات مربوط حضرت سلطان و چپرما و اورتا بلاقیا، در این ساحات عملیات ما آغاز شده. انشاءالله تا فعلا عملیات به خوبی پیش میره. سربازان در خط نخست نبرد هر چند میگویند از روحیه عالی برخوردارند، اما کارگزاری ماین در برابرشان چالش است. ما در خط نبرد کندز جنگ میکنیم به خاطر خوشی مردم افغانستان و بالخصوص به مردم شریف کندز. نگه چیزی تجهیزات مون هم کم است، کلی چیز مون آماده به جنگ است. از اینکه نوروز است میخواستم یک تعداد دشمن ها که اینجا بودن اونا میخواستن که مردم راحت دم نوروز تجهیز نکنن، ما آمدیم چون لا پیدا کردیم که اینجا چیز است، ما آمدیم اینجا وظیفه میکنیم. به گفته نظامیان در این عملیات تلفاتی به طالبان وارد شده است، اما آمار دقیق آن معلوم نیست. این ساحه چپرما از نزدیکی های شهر کندز است که طالبان از چندین سال به این طرف در نزدیکی شهر کندز حضور دارند و گاه گاهی هم بالای شهر کندز حمله میکنند. با
و فعلا اطلاعاتی که بین نیروهای امنیتی آمده که در روزهای نوروز از این ساحه بالای شهر کندز حمله می‌شود، نظامیان عملیات گسترده تصفیه‌ای را در این ساحه راه اندازی کردند و میگن که این منطقه را که نزدیکی شهر کندز است و طالبان حضور دارند از اداره طالبان آزاد می‌سازند. نصرت الله ابراهیمی، آریانا نیوز، چپرمه ولایت کندز. در رویداد جداگانه در جوزجان بیش از 50 مخالف مسلح دولت کشته و 17 تن دیگر زخم برداشتند. مقام‌های محلی جوزجان میگویند 10 داعشی به شمول دو خانواده خارجی نیز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند و فریده امینی به این مهم پرداختند. در نتیجه حملات هوایی نیروهای مشترک افغان و خارجی در ولسوالی‌های درزا و قشتپه ولایت جوزجان بیش از 40 عضو گروه داعش کشته شدند. محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان میگوید صبح روز شنبه نیروهای مشترک هوایی به پایگاه‌های داعشیان در روستای چخمچقره ولسوالی قشتپه و سردره ولسوالی درزا حملات هوایی را انجام دادند. سه قرارگاه و پایگاه مهم نظامی گروه داعش از بین برده شده و در این حملات بالاتر از 40 نفر اعضای گروه داعش کشته و زخمی شده. در رویداد دیگر جمعه شب افراد وابسته به گروه داعش با کمین طالبان که در مرز ولسوالی بلچراغ فاریاب و در زاب جوزجان افراز شده بود روبرو شدند و در نتیجه درگیری میان دو گروه 12 تن از مخالفین کشته شده و 17 مخالف دیگر زخم برداشتند. کمین جداگانه طالبان در مرز بین بلچراغ و فاریاب و در زاب جوزجان 12 نفر از اعضای داعش کشته شده و بالاتر از 17 نفرشون زخم برداشته و اکنون وضعیت در ولسوالی قشتپه و هم در زاب بالات نرمال قرار دارد. از سوی هم مقام‌ها در قلوردوی 209 شاهین با نشر خبرنامه از کشته شدن 35 عضو گروه داعش به شمول 7 شهروند ازبکستانی، زخم برداشتن 13 مخالف مسلح دولت و دستگیری یک مخالف دیگر در نتیجه حملات هوایی جمعه شب در درزا و قشتپه جوزجان خبر دادند. تنش میان باشندگان روستاهای نیخته و شیرآباد ولسوالی قره‌باغ غزنی با تبادله اسیران دو طرف پایان یافت. اما باشندگان روستای نیخته میگویند مشکل میان این دو روستا به گونه اساسی حل نشده است. تنش میان باشندگان روستای نیخته و شیرآباد از مدت‌ها پیش وجود دارد، اما این تنش‌ها زمان شدت یافت که باشندگان روستای شیرآباد ادعا کردند که دو تنشان از سوی باشندگان روستای نیخته کشته شدند. آنان 5 روز بزرگراه کابل قندهار را بستند و در نهایت به روستای نیخته رفته و دو تن آنان را کشتند. اکنون هیئت فرستاده شده از کابل میگوید که چند تن از باشندگان روستای نیخته نیز نزد شیرآبادی ها اسیر بوده و با تبادله این اسیران توانستند تا جای مشکل را حل کنند. فیصله به این صورت گرفت که اسیرهای دو طرف آزاد شوند. فعلا اسیرهای دو طرف بدون قید و شرط آزاد شد. هرچند باشندگان دو روستا از فیصله هیئت خوشحالند، اما میگویند مشکل میان این دو روستا به گونه اساسی حل نشده است. و این مسئله هنوز ریشه‌ای به شکل اساسی حل نشده به اون صورت که باید درست است، ولی قدم اول گذاشته شده. وقتی دوا و جنجال ما که منده چایبان ما را اطمینان قطعی داده که اونا را هم حل میکنه. یک تن از باشندگان روستای نیخته که نزد روستای شیرآباد اسیر بود جریان حبسش را اینگونه تعریف میکند. 15-16 نفر مسلح در سرک خواب بودن، یک مقدارش در بین سرک بودن، یک مقدارش در تای سرک. باز از اینجا بال شدن، باز ما را متوقف کردن، گرفتن، ولی خیلی زیاد اذیت و آزارم کرد، خیلی زیاد زدن. موفق نشدیم تا نظر باشندگان روستای شیرآباد را نیز در این مورد داشته باشیم، اما والی غزنی موجودیت افراد مسلح مربوط به گروه طالبان را در این روستا تایید میکند. مداخله دی افغانستان دی مسلح مخالفین را دیر زیاده و اوضاع هر دقیقه وی کنترول والا او هر دقیقه وقتل چه در موضوع دی دولت للاسه و بست. اعضای هیئت فرستاده شده از مرکز میگویند هرچند مشکل دو روستا به گونه اساسی حل نشده، اما حکومت مرکزی حاضر است که با به وجود آمدن تنش تازه اقدام کرده و آن را حل کنند. اعضای شورای ولایتی خوست میگویند اداره ارگانهای محلی با فرستادن یک نامه دستور مسدود کردن بندر غلامخان را داده است.
آنان این تصمیم حکومت را نادرست می‌خوانند. با این حال مسئولان محلی خوست می‌گویند هیئتی به منظور بررسی ایجاد تأسیسات نظامی در نقطه صفری مرز گماشته شده و ممکن به همین منظور بندر غلامخان به گونه موقت مسدود شود. بندر غلامخان یک هفته پیش افتتاح شد، اما اکنون اعضای شورای ولایتی خوست میگویند که ارگانهای محلی با فرستادن نامه به مقامهای محلی دستور مسدود ساختن این بندر را داده است. گفته می شود این دستور به منظور نگرانی های امنیتی و ایجاد تأسیسات نظامی، نصب اسکنرهای امنیتی و دیگر وسایل تکنیکی داده شده است و همچنان یک هیئت گماشته شده است تا این مسائل را بررسی کنند. در سود د غلامخان بندر ته سفر وکي او نږدې نه په بندر کې هغه ټول اړین ضرورتونه چې د یو بندر دپاره ضرورت دی، که هغه تأسیسات دي، که هغه سکنر او کامري دي او که نور امنیتي ملحوظات دي. با این حال اعضای شورای ولایتی خوست و بازرگانان این اقدام را نادرست میدانند. لار ترانزیت کې راته موږ ته مکتوب را ورسېده د لارې د بندېدو غوښتنه یې کړې ده. زموږ په لاره باندې دی سیاست نه کوي. موږ خپل مریضان او خپل سیاسار یې د نورو بندرونو له لارې چې څی پویزه او پاسپورټ غواړو چې زموږ د لارې د خپل غلام خان د بندر له لارې تیر شي. اعضای شورای ولایتی خوست هشدار می دهند که اگر از بندر غلام خان به گونه رسمی ترانزیت آغاز نشود، آنان در اعتراض بزرگراه این ولایت را می بندند. کچیت دلار و ترل شی خوستوال با نتنها سلایی زولاریونونو لاس مورکی، بلکه منگ با ده کابل لوی لار هم ده هر نو اتاگ و رتاگ پر مخ و ترل. مسئولان محلی خوست تاکید دارند که تلاش حکومت این است تا تمام معیارات یک بندر بازرگانی را در بندر غلامخان آماده سازد. مسئولان در شهرداری بلخ از آمادگی مهمانسراهای این ولایت برای پذیرایی از مهمانهای میله گل سرخ سخن میزنند. به گفته آنان تمام مهمانسراهای موجود در این ولایت از سوی شهرداری نظارت می شوند. اما مالکان برخی از این مهمانسراها می گویند مهمانان نسبت به سالهای گذشته بسیار کمند. روزهای انگشت شمار به فرارسیدن فصل بهار و میله گل سرخ باقی مانده و بلخیان برای میزبانی از زائران و مهمانان نوروزی آمادگی گرفتند. مهمانسراهای بلخ نیز برای پذیرایی از مهمانان داخلی و خارجی آماده‌اند. اول همی مهمانای خود که مهمانای ما میامد چیزی کم 8 روز پیش، 4 روز پیش، 5 روز پیش میامد. حالی در سال نو چیزی کم 4 روز مانده تال مهمانا بکلن نیست. یگانه مشکلی که از مشکلات اقتصادی است، تنوز اوقدر مردم اقتصاد خوب نداره که بیاین چکر سیاد، بیاین چکر دین. و مشکلات زیاد که از مشکلات امنیتی هم زیاد است. در ولایت تا بسیاری جای ناامن است. با این حال مسئولان در شهرداری بلخ میگویند برای نظارت از فعالیت مهمانسراهای شهر کمیته از سوی این ریاست ایجاد شده است. آنان میگویند علاوه بر مهمانسراهای داخل شهر 5 باب مکتب نیز برای بود و باش مهمانان نوروزی آماده شده است. بخش مهمانانی که از سایر ولایت افغانستان به مزار شریف تشریف میارن، ما به تعداد 5 مکتب تحت پوشش گرفتیم که تمام امکانات حفظ الصحه، محیطی و امکانات معیشتی از لحاظ کمپال و لیافت و شک در 5 مکتب ما بررسی خود داریم. مسئولان در شهرداری بلخ میگویند جهت تامین فضای امن و مسئول برای مهمانان داخلی و خارجی، تمامی مهمانسراهای داخل شهر با هماهنگی ارگانهای امنیتی زیر کنترل خواهد بود. آنان از مهمانانی که در مکاتب بلخ بود و باش خواهند داشت تقاضا دارند که از تخریب میز، چوکی و فضای سبز مکاتب خودداری کنند. با نزدیک شدن نوروز، پسران نامزد مصروف بردن نوروزی به خانواده نامزدشانند. خانواده ها از هفته ها قبل به مناسبت نوروز هدایای خریداری می کنند و با برگزاری جشن های کوچک در منزل به عروس یا هم دامادشان هدیه می برند. این روزها در شهر مزار بازار ماهی و جلبی هم بسیار گرم است و همکار موحدی فیضی به سطح شهر. در
در روزهای آخر ماه هود شمار زیادی از نامزدداران به استقبال از سال نو و جشن نوروز برای خانواده های همدیگر هدیه میبرند. ایدی و نوروزی بردن به خانواده عروس و داماد یکی از رسم های دیرینه مردم افغانستان به خصوص بلخیان است. اومدیم به خاطر سال نو اینجا برای رسم رواج علامات های ما هستند که به خاطر سال نو تلوی ماهی چیزا میبرند. این در حال است که برخی باشندگان بلخ مخالف مصارف هنگفت و بهانه ایدی و نوروزی بردن هستند. چیزی که در موضوع ایدی بردن یا نوروزی بردن در مرحله اول ضروری است، اون موجودیت پول است که اکثرا جوان ها همین پول نداشته. من خودم این مرحله اثرم گذاشته. شماری از فروشندگان لباس، ماهی و جلبی فروشان در مزار از رونق کارشان با نزدیک شدن نوروز رضایت دارند. اگر کاروبار نسبت خیلی خوب شده، دکاندارایی که مالای خوب داشته باشند، مشتری دارن، میان و خرید و فروش خوب شده و دیگه امنیت اگر باشه کاروبار زیاد خوبتر میشه. در این هفته آخر بخی یکان 50% فرق کردن اگر زیاد شده. اونو من نامزاددارا دیگه نامزاددارا میان به خاطر چیز خود نامزاد خود میبرن، ماهی، جلبی، این چیزا رو میبرن. اما برخی طلافروشان در مزار ناامنی، فقر و بیکاری را از دلایل کمرنگ شدن فروشاتشان عنوان میکنند. فروشات ما کم است، ما نداریم، فروشات نیست. مردم ما سرگردانی یک لقمنان روزگار هستند. شماری از باشندگان بلخ میگویند در بیشتر موارد خانواده عروس با تهیه فهرست از لوازم مختلف و منظور خرید هدایای نوروزی و ایدی برای دخترشان سبب بروز مشکلات اقتصادی برای طرف مقابل می شوند. گزارش از وحید فیضی بود در مورد نوروز و نوروزی بردن. اما باشندگان بلخ از ادامه تنش میان عطا محمد نور و ارگ ریاست جمهوری ابراز نگرانی می کنند. به گفته آنان این وضعیت بر جنبه های مختلف زندگی مردم اثر منفی گذاشته است. در حالی که 90 روز از آغاز تنش میان ارگ و بلخ می گذارد، هنوز هم مردم مزار در انتظارند تا این تنش ها به گونه مسلمت آمیز حل شود. من حیث باشنده بلخ از این تنش ها خیلی نگران هستم و می خواهیم تا آمدن سال نو تمام این تنش ها از بین برد. باید که این تنش ها را پایان بدهد تا چه وقت مردم بیچاره افغانستان با ظلم و استبداد ادامه بدهند. تنش های میان ارگ و استاد عطا محمد نور وجود داره، امید است قبل از این که سال نو بیاید و دلحوره‌ای که در دل مردم جا داره همین معزل اهل شود. با این حال منیر احمد فرهاد سخنگوی عطا محمد نور میگوید مذاکرات میان هیئت حزب جمعیت و ارگ ریاست جمهوری جریان دارد. با گفته آقای فرهاد روشن نیست که این مذاکرات تا آغاز سال 97 خورشیدی خاتمه خواهد یافت یا نه. مذاکرات جریان داره و امیدوار هستیم که پیشنهادهایی که از آدرس هیئت و از طرف حزب هیئت رهبری جمعیت اسلامی افغانستان پیشکش شده و ایره امیدوار هستیم که جانب هر که مقام عالی ریاست جمهوری بپذیرن و این تنش ها به این تنش ها نقطه پایان بخشیده شد. امیدوار هستم که با سال نو و آغاز نو و بتانیم که یک مرحله جدیدی از حکومتداری خوب را ما تجربه بگیریم. انتخاب والی جدید بلخ به خواست حزب جمعیت، تطبیق موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی، سهم دادن به احزاب سیاسی در مجلس نمایندگان افغانستان و توزیع شناسنامه های برقی مطابق با مصوبه مجلس نمایندگان از خواست های مهم حزب جمعیت از ارگ است. عدم توافق بر سر این موارد سبب شده سرنوشت ولایت بلخ مبهم بماند. معاون شورای ولایتی فاریاب از احتمال سقوط ولسوالی بلچراغ این ولایت نگرانی می کند. به گفته وی بیش از 1000 مخالف مسلح دولت در این ولسوالی حضور دارند و تنها یک روستای آن در اختیار حکومت است. معاون شورای ولایتی فاریاب با انتقاد از راه اندازی نشدن عملیات های نظامی جهت بازپسگیری مناطق از دست رفته ولسوالی بلچراغ میگوید تنها یک روستا این ولسوالی به دست دولت است و متباقی آن در کنترل مخالفان مسلح دولت قرار دارد. او میگوید مخالفان مسلح دولت پس از شکست در شاهرای شماره 1
حالا از ولایات بلخ، جوزجان، سرپل، بادغیز، غور و فاریاب در ولسوالی بلچراغ تجمع کرده و قصد تصرف این ولسوالی را دارند. مجروحینی داریم که در یک اتاق زیر نظری دکترای محلی تداوی میشن و حکومت قادر به این نشد که امنا را از اونجا انتقال بدن. با این حال عبدالکریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب حضور مخالفان در منطقه ارچتو را تایید نموده از ادامه تلاش ها برای بازپسگیری این روستا سخن میزند. آقای یورش همچنان میگوید در نتیجه عملیات در ولسوالی دولت آباد این ولایت 5 طالب مسلح به شمول یک سرگروه طالبان به نام ملا موسا مشهور به آستانه کشته شده و 8 طالب دیگر زخم برداشتند. قلعه و ینگ قلعه ولسوالی خویست از پوش بودن که در کمین از قبل افراز شده طالبان برمیخورن، در نتیجه دوتن از نیروهای خیزش های مردمی ما شهید میشه و سه تن هم جراحت سطحی برمیداره که به فضل خداوند وضع مجروحین کاملا خوب است. معاون شورای ولایتی فاریاب میگوید در صورتی که دولت اراده قوی برای بازپسگیری مناطق از دست رفته این ولایت نداشته باشد، مخالفان مسلح دولت مناطق بیشتر را تصرف خواهد کرد و وضعیت امنیتی وخیم خواهد شد. پایان خبرها، تا درود دیگر، بدرود.